فکر کنم که کاملا شما اتفاقا رو نکته دست گذاشتید بسیار عالی. هر دو قربانی نفت شدن، هر دو قربانی جایی شدن که خواستن بگن این نفت متعلق به مردم ایرانه، این نفت باید صفه مردم ایران رو پر بکنه. و شما نگاه بکنید حدود 6 سال قبل از این انقلاب سیاه ننگین، پادشاه ایران در یک مصاحبه اعلام میکنه که سال 1379 سالی است که کمپانی های نفتی باید در صف وایسن و ما قیمت نفت رو تعیین میکنیم. درستم در سال 79 کتابی رو به اصطلاح قبل از اون 4-5 سال پیش به چاپ رسوندن به نام سقوط 79. خب طبیعی است ایشون احساس میکرد زمانی که قدرتمند شده میتونه پالایشگاه خودش رو با نیروهای خودش تامین بکنه، نفت خودش رو به قیمت خودش بفروشه، وارد این عرصه شد، مبارزه رو دو مرتبه شروع کرد. ولی ای کاش نیروهایی که در سال 32 قربانی همین مسئله نفت شدن، یعنی طرفداران یا دکتر محمد مصدق، اینها در اون لحظه میفهمیدن که قربانی بعدی محمد رضا شاهه و در حقیقت قربانی بعدی مردم ایران هستن. ولی هنوز هم دیر نشده. اگر امروز ما در کنار هم دیگه قرار بگیریم، به تصور من پیروزی نزدیک. این نداته در پرانتز خدمتتون عرض کنم هموطنان گرامی، این رو کمتر بهش پرداخته شده، اون مشارکتی که ایران با انگلیس داشت در نفت شمال، در دریای شمال در واقع، که جنب جزیره انگلیس هست، که انگلیس مقداری حفاری کرده بود و به نتیجه نرسیدن. این بار آخر رو حالا شانس یا هرچی بود که مشارکت با ایران بود و خورد به نفت. من ابتدا فکر میکردم که شاید مثلا درصد کوچکی ایران بوده، ظاهراً 40-60 بوده. و بعد دولت انگلیس دبه میکنه که خب حالا این سرمایه گذاشتید، بیایید با سودش بردارید برید. اینا همه مقدمات 57 ها. و چون شانشوب نپذیرفت که این یه سرمایه گذاری مشترک جوینت ونچره، از این بعد این نفتو در میاریم با هم دیگه به همین شکل تقسیم باید بکنیم، 40%ش مال ایران. که اگر خاطرتون باشه که از اولین پیام همون یک دو ماه اول بعد انقلاب که رفتن به خمینی گفتن که این پولای ما رو میبرد و این برنامه میداده به انگلیس، و ایشون هم بدون اینکه اصلا بفهمه چی داره میگه اومد گفتش که آره اینطوری بوده و هر چیز زودتر بعد انگلیس پول ما رو پس بده. انگلیس هم گفت که مخلصتون هم هستیم، هم که همینو میگیم که بیاین پولتون پس بگیرید، سودش هم بهتون میدیم. دقیقا همونی شد که میخواستند. شما تصور میکنید که خمینی نمیدونست؟ خمینی مأمور بود که اتفاقا نفت دریای شمال یکی از گرونترین نفت هاست و مأمور بود که بیاید و این قرارداد بزرگی که به نفع مردم ایران ره این رو باطل بکنه، و مأمور بود و میدانست. و بسیاری از طرحهایی که پادشاه ایران، سرمایه گذاریهایی که کرده بود برای ملت ایران، همه رو ملغا کرد آگاهانه. مأموریت داشتیشون و این دیگه نمیشه گفت از روی ناآگاهی، خیر، آگاهانه و آگاهانه و آگاهانه و همه اینها رو آگاهانه انجام داد. روی این مسئله که در پیام های اخیر شاهزاده مطرح شده، خیلی مبایستی جلسات بیشتری رو بگذاریم و کار بشه. در طول هفته اطلاعات و نقطه نظراتی رو از فعالین دیگه بگیریم و بیاریم در اینجا مطرح کنیم. زمان داره میگذره و زمان داره دست میره، ما هر چه زودتر بس این روی مقداری اجراییش کنیم. من فکر می‌کنم که فقط ما نباید باشیم که به دنبال این هستیم. البته شنیدم که بعضی گروه‌هایی که شاید قبلا ما فکر نمی‌کردیم که به این مسئله بخوان جلو بیان براش، هستن که الان به دنبالش هستن. به نظر من همه بایستی به دنبال این مسئله، به این خط رو بگیرن و پیش رو بگیرن، ببینن که آیا در این مجموعه جدید می گنجند یا نه، آیا ایران براشون بنزه کافی اهمیت داره و در لیست اهداف و اولویتاشون بالا قرار داره. اگر هست جزئیات رو کنار بگذارند و بیاند و ببینند که کجای این میز میتونند بشینند. در حال ما خوشحالیم، آغاز کننده بودیم و امیدواریم، و من واقعا میدونم که اونها هم صادقند
دست ما رو خواهند فشرد و در برنامه های آینده ما میتونیم خبرهای خوشی رو به مردم ایران و کسانی که واقعا عاشق میهن هستن بدیم. متأسفانه من میخواستم حالا این بار من از شما یه سوالی بکنم جناب آقای روگندیا. من مطلع شدم که از طرف وزیر امور خارجه کانادا نامه خطاب به جناب عالی به عنوان جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران ارسال شده و سیاست‌های دولت کانادا رو برای شما بازگو کردن که من اولا میخواستم ببینم که چطور شد که دولت کانادا و مخصوصا که این نامه با امضای شخص خود وزیر بوده، این بسیار مهمه، چطور شد که دولت کانادا و وزیر امور خارجه تلاش کرد که سیاست‌های دولت کانادا رو در قبال مردم ایران برای جنبش و شخص جناب عالی ارسال بکنه و محتوای این به اصطلاح بحثی که ایشون کرده چیست و آیا جنبش واقعا تونسته سیاست‌های معقولانه و منطقی رو ارائه بده که مورد توجه دولت کانادا قرار گرفته که یک چنین اتفاق بزرگی در حالی که ما می‌دونیم احزاب خیلی قدیمی اینجا هستن و این اتفاق میتونه برای ما بسیار خبر خوشی باشه و ما احساس بکنیم که حرکت‌های ما طوری بوده که توجه به اصطلاح دولت کانادا رو به این شکل جلب کرده. میشه بفرمایید که اولا چرا این جنبش اینجور مورد توجه بوده و در ثانی چون این نامه به نام شما اومده و با امضای وزیر امور خارجه، بفرمایید که ایشون چه توضیحاتی داده و سیاست‌های کانادا رو در مقابل مبارزات ملت ایران چگونه شکافته برای جنبش. من خیلی خوشحال میشم اگر چنانچه جناب عالی در این زمینه بفرمایید، چون مطلب بسیار مهمی است. خدمت رو عرض کنم که این نامه تنها نامه نیست، بلکه از سری نامه‌ها نگاری‌هایی که باشون داریم این شاید یکی از آخرین ها است. یعنی خب به هر حال اینها هم پیر دیرند و متوجه میشن از لای لغات و الفاظ آدم میفهمن که آیا این یک ابراز شخصی در کار هست، آیا برنامه به قول خودشون یک هیدن اجندایی برای خودشون دارند، یا اینکه نه صرفا دلشون برای احوال و سرنوشت یک ملتی میتپه. لذا این یکی از اون موارد هست. فقط هم مقامات کانادایی نیستن که با ما در ارتباط هستن، با آمریکا و سازمان ملل، عفو بین الملل، با جاهای مختلفی ما رو میشناسند و جواب نامه های ما رو میدند و این چیز جدیدی نیست. این مورد خاص که ایشون خود شخصا به نامه تیپ هم نیست که مثلا به همه جا داده بشه، نزدیک دو صفحه جزئیات روش های کاریشون رو، سیاست های خارجیشون رو و حتی دونه به دونه نام قطعنامه هایی رو که در اشتخالت داشتن. در اینجا میگه که Canada has fully implemented its international obligations under resolutions 1737, 1747, 1803 in the forms of regulations brought into force under the United Nations Act imposing sanctions against Iran. با ذکر جزئیات در رابطه با چه قطعنامه ای ما چه کردیم، سعی کردن که توجیه کنند اون چه که تا به حال داشتن انجام میدادن و حتی در ارتباط با مهاجرت و بحث پناهندگی خودشون رو اجاز کردن. و ابتداش فقط چند تا زمینه که شاید همش هم نشه مطرح کرد جلوی دوربین، ولی Canada continues to take Iran to task for its blatant disregard for basic human rights and its dangerous and dishonest nuclear ambitions. بله. حالا یه شمه ای رو خدمتون خوندم، بگیرید تا آخرش که به این ترتیب هست. ظاهرن حتی در مورد خانم زهرا کاظمی هم ایشون همه رو به ما اطمینان دادن که مطمئن باشید دادن. که بله دونه بدون توضیح داده رها نخواهیم کرد. بله. The case of murdered Canadian photojournalist Zahra Kazemi and other consular cases، تک به تک اینها رو
وقت یعنی گذاشتن حالا دادن به ایران.